سلام و درود فراوان خدمت دوستای عزیزم، همراهان خوب. رسیدیم به بحث دایره‌ای که مخصوص دانش آموزان محترم رشته ریاضیه. بریم درسنامه رو نگاه کنیم و مثال‌هایی که براتون انتخاب کردیم. حرکت بر مسیر دایره. ما توی بحث حرکت دایره‌ای می‌دونیم که متحرک روی مسیر دایره با شعاع ثابت حرکت می‌کنه. دوره تناوب رو داریم، زمان یک دور چرخش کامل، واحدش هم یکاش هم ثانیه است. بسامد یا فرکانس یا تواتر رو داریم که تعداد دورها در واحد زمان یا اون سیکل هایی که طی میکنه در واحد زمان. بسامد تعداد دورها در واحد زمانه. رابطه ای که بین بسامد و دوره وجود داره به این شکل به صورت معکوس هم دیگه هستن. اندازه تندی متحرک روی مسیر دایره‌ای اگر تندی ثابت باشه یه دور چرخش میشه محیط یک دایره تقسیم بر اون تندی. اگر محیط دایره رو به تندی متحرک ما روی مسیر دایره تقسیم کنیم زمان یه دوره. پس میتونیم اینو جای تی و وی رو عوض کنید بچه‌ها، جای تی و وی رو عوض کنید، وی میشه 2 پی تئوم ضرب در آر که همون آر اومگاست. تندی حرکت دایره‌ای با سرعت زاویه‌ای که اینجا میخوام حالا براتون تعریف کنم رابطه‌اش اینه، وی برابر با آر اومگا. سرعت زاویه‌ای مقدار زاویه طی شده در واحد زمانه. زاویه طی شده در واحد زمان که یکاش هم رادیان بر ثانیه است یا آر پی ام که رادیان بر دقیقه است. تقریبا میشه گفت یه واحد صنعتیه. اگر حرکت ما دایره یک نواخت باشه چجوری میشه حرکت ما دایره یک نواخت باشه؟ که این دوره تناوبه ثابت باشه یا متحرک ما با تندی ثابت مسیر دایره رو طی کنه، میتونیم به جای دلتا تتا به دلتا تی از رابطه اومگا 2 پی تئوم یا 2 پی اف استفاده بکنیم. پس این رابطه برای حرکت دایره یک نواخت مطرح میشه. شتاب رو داشتیم در حرکت دایره یک، با اینکه تندی ثابته ولی بردار سرعت ما دائما داره تغییر میکنه. بنابراین حرکت دایره‌ای با تندی ثابت یک حرکت شتاب داره که شتابش وی دو آروم یا آر اومگا دوه. جهت این شتاب هم همیشه به سمت مرکز دایره است. نیروی مرکزگرا یا جانب مرکز رو داریم که طبق قانون دوم نیوتن برای ایجاد هر شتابی نیرو لازمه. F مساوی MA، اون رابطه های شتاب رو در یه M ضرب کردیم. اینا بچه ها رابطه های اصلی حرکت دایره‌ای هستن. یعنی ما یه تندی داریم، یه شتاب داریم، یه نیرو داریم، یه تعریف دوره تناوب داریم، یه تعریف بسامد داریم و یکی هم سرعت زاویه‌ای که اومگا هست رو داریم که ما تو مبحث حرکت نواسنی که رسیدیم این اومگا رو به بسامد زاویه‌ای معرفی میکنیم. فقط باید دقت بکنید عزیزان، در حرکت دایره‌ای نیروی مرکزگرا یا جانب مرکز همیشه توسط نیروهای دیگه تأمین میشه. مثلا الکترون که داره دور هسته میچرخه یه حرکت دایره ای ایجاد کرده، نیروی مرکزگرای اونو نیروهای کولونی یا نیروی کولونی F مساوی کاکیه کیو دو به آر دو تأمین میکنه. یا مثلا فرض بکنید شما یه جسمی رو با تناب ببندید به دور سرتون بچرخونید به شکل حرکت دایره، نیروی کشش نخ داره حرکت دایره رو تأمین میکنه. اگه با فنر انجام بشه نیروی کشسانی فنره. یا مثلا در پیچ جاده ها برای نگهداری اون جسمی که مثل اتومبیل داره دور میزنه توی پیچ جاده، نیرویی که اونو در مسیر دایره حفظ میکنه نیروی استکاک ایستاییه. و مقادیر دیگه مثلا فرض بکنید شما حرکت ماهواره به دور زمین یا حرکت سیارات به دور خورشید، نیروی گرانشی این نیروی مرکزگرا رو تامین میکنه. خب
عرضم حضور شما، رابطه‌های فرعی که اینجا داریم، یکی تندی نقاط روی کره زمینه. نقاط روی کره زمین همشون دارای یک سرعت زاویه ثابتن. سرعت زاویه زمین وقتی حول محور خودش به دور خودش میچرخه 24 ساعت طول میکشه. برای همه نقاط روی کره زمین این مقدار اومگا که براتون قبلش گفتیم، یعنی سرعت زاویه، برای همه نقاط روی کره زمین ثابته. چیزی که فرق میکنه اینه که شعاع چرخش اون نقاط روی کره زمین با هم متفاوتن و این باعث میشه که تندی نقاط روی کره زمین از خط استوا که بیشترین مقدار رو داره تا نقاط قطب که به کمترین مقدار خودش میرسه، از رابطه آرعی شعاع زمین، اومگا سرعت زاویه زمینی که مقدارش 2π/τ، ته چقدره بچه ها؟ 24 ساعتیه که دور خودش میچرخه. و اما تتا عرض جغرافیاییه. تتا عرض جغرافیایی یعنی این که ما بیاییم نقاط روی کره زمین رو با شعاع زمین که به مرکز زمین متصل هست تحت یه زاویه نسبت به افق اون رو مشخص بکنیم. به این میگن عرض جغرافیایی. پس تتا عرض جغرافیایی یا شمال جغرافیاییه. در حرکت ماهواره شتاب حرکت ماهواره همون شتاب گرانش زمینه. ما یادتون باشه تو مبحث قبل شتاب گرانش رو به دست آوردیم. همون شتاب گرانش در محل ماهواره از طرف زمین معرف شتاب حرکت ماهواره است. خب این شتاب از چه رابطه‌ای داریم؟ جه که ثابت جهانی گرانش، ام ای جرم زمین، آردو چیه؟ آردو آر شعاع ماهواره است، از ماهواره تا مرکز زمین. خب سرعتش هم ما داشتیم وی برابر آر اومگا دیگه، درسته؟ پس اگر ما اینو ضرب بکنیم بر حسب شتاب به دست بیاریم، میشه سرعت رو بر حسب شتاب به این شکل نوشت برای ماهواره. و دوره تناوبش هم که میشه 2π/r به وی که قبلا براتون گفتیم. یعنی اگر ما شعاع رو معلوم کنیم شتاب معلوم میشه، با داشتن شتاب و شعاع تندی معلوم میشه، با داشتن تندی و شعاع دوره تناوب ماهواره. خیلی ما وارد رابطه‌های قدیم ماهواره نشدیم، ولی ماهواره رابطه‌های زیادی داره. دست بحثا رفتیم یه مقدار به خاطر اینکه یادگیری اینا خیلی ساده باشه. این رابطه هم که خاطرتون باشه شتاب مرکزگره آ مساوی و دو آرام بود دیگه. از اینجا وی رو به دست آوردیم، رادیکال آ ضرب در آر. بله. خب و اما بریم سراغ رابطه های دیگه ای که به عنوان رابطه های فرعیه. رابطه های قبل گفتیم نشون میده که اگه شعاع ماهواره معلوم بشه تندیش معلوم میشه، اگه تندی و شعاع معلوم بشه دیدیم که عرضم حضور شما که شتاب مشخص میشد و دوره تناوب که دیدیم. در پیچ جاده ها گفتیم عاملی که جسم تو مسیر دایره خودش حفظ میکنه نیرو استکاک ایستاییه، که ضریب استکاک ایستایی در حالتی که ما میخواییم جسم روی مسیر دایره با کمترین ضریب استکاک ایستایی خودش رو حفظ بکنه، از رابطه ویدو آرژه یا آر اومگا دو جه به دست میاد. بلا فاصله پرسش ها رو مطرح کردیم. میگه که متحرکی روی مسیر دایره‌ای به شعاع 80 سانتیمتر با 30 دور در دقیقه حرکت میکنه. تندی این متحرک چند متر بر ثانیه است؟ پی هم گرفته 3. گزینه ها رو میبینیم. پس شعاع رو داریم 80 سانتیمتر. 30 دور در دقیقه. پس من میتونم از روی این بسامد رو پیدا کنم یا اومگا رو به دست بیارم. تندیش هم که خب آر اومگا بود. بریم با هم دیگه حلش کنیم. خب شعاع رو داریم بچه ها چقدر؟ شعاع رو داریم عرضم حضور شما 80 سانتیمتر میشه 8 نهم متر. 30 دور در دقیقه بسامد بود تعداد دورها در واحد زمان.
چند دور زده؟ 30 دور زده توی 1 دقیقه. پس بس اومدش میشه 1/2 هرتز. خب پس اومگا رو میتونم پیدا کنم 2 پی اف. پی هم گفته 3 بگیرید، پس میشه 6 ضرب در 1/2، میشه 3 رادیان بر ثانیه. واحد اومگا بود، تندی بود آر اومگا، آرمون 8 ضرب در 3 میشه 2.4 متر بر ثانیه. بریم گزینه رو چک کنیم بچه. همونطور که میبینید خیلی سوالاش ساده است. میبینید بچه گزینه 2 در مورد این تست گزینه درست ماست. خب سوال بعدی رو میریم. میگه تندی نوک عقربه دقیق شمار ساعت دیواری چند برابر تندی خطی نوک عقربه ساعت شمار آن است؟ فرض طول عقربه دقیق شمار 1/4 طول عقربه ساعت شمار باشه. گزینه هم 15 20 12 24. پس تندی نوک عقربه دقیق شمار رو به تندی نوک عقربه ساعت شمار میخواد، درسته؟ ما دوره هاشون رو داریم، میتونیم اومگا شون رو به دست بیاریم. پس بریم با هم دیگه حلش کنیم. خب تندی بود وی برابر بود با آر اومگا. دوباره می نویسیم. عرضم حضور شما برای دقیق شما رو خواسته، دقیق شما به ساعت شما. خب میشه آر یک، اینو و یک و و دو بگیرم، آر یک اومگا رو بنویسم چی بچه ها؟ 2 پی ت1 آر دو 2 پی ت2. این دو پی ها ساده میشه، پس میتونم بنویسم آر یک به آر دو. آر یک ماله دقیقه شماره، آر دو ماله ساعت شماره، میشه ت2 به ت1. خب پس این نسبت به دست میاد. دقیقه شمار گفته بود 5/4، 5/4 رو مینویسم زاد داره. خب تی ساعت شمار، ساعت شمار یه دور میزنه 12 ساعته، ولی دقیق شمار یه دور میزنه 1 ساعته. این 1 ساعت چرا تبدیل نمی کنم؟ چون خب ساده میشه. خب 12 با 4 ساده میشه 3، میشه 15. پس نسبت تندی دقیق شمار به ساعت شمار نسبتش در اومده برای این ساعت شده 15. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه یکش بچه. خب اینم از این. بریم سراغ سوال بعدی. میبینید حرکت دایری خیلی ساده است. سوال بعدی بچه میگه انرژی جنبشی دو جسم M و CM که روی محیط دایره هایی به شعاهای R و 2R میچرخن برابر همه. پس انرژی جنبشی هاشون برابره، یکی جرمش M یکی با شعاه R، یکی CM با شعاه 2R. بسامد حرکت جسم سبکتر چند برابر بسامد جسم سنگینه؟ گزینه ها رادیکال 3/2، رادیکال 5/2، 2 رادیکال 3 و 10. بریم با هم حلش کنیم. خب گفته بود انرژی جنبشی هاشون با هم برابره، K1 برابره با K2، 1/2 M V به توان 2 و 1 به توان 2 مساویه با 1/2 چند ام بود؟ 3 ام. و 2 به توان 2، 1/2 میره، اما ساده میشه. پس و 1 مربوط به جسم سبکه، رادیکال 3 برابر و 2. خب چون بس آمد و میخواد جای وی بذاریم آر اومگا، پس ویمون میشه آر اومگا، اومگا هم که 2 پی افه. خب پس از اینجا میشه آر، شعاش آر بود بچه، یا توش یکی آر بود یکی دو آر، میشه 2 پی اف 1 رادیکال 3. خب اون شعاش چقدر بود بچه ها؟ 2 آر بود. بله 2 آر ضرب در 2 پی اف 2. درسته بچه ها؟ 2 پی ها با هم میرن، درست شد؟ آرام با هم میرن، اف 1 مربوط به سبکه میشه چقدر؟ بله 2 رادیکال 3 اف 2. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم که 2 رادیکال 3، بله 2 رادیکال 3 ما
جواب صحیح ماست. گزینه ها رو ببینیم. بله، گزینه 3. خب سوال بعدی رو نگاه میکنیم. گفته انرژی جنبشی. حالا چرا من بچه این سوالا رو انتخاب کردیم با مجموعمون؟ به خاطر اینکه میخوایم تلفیقی از بحثای گذشته هم باشه، اینکه انرژی جنبشی رو هم آوردیم وسط. انرژی جنبشی یک ذره روی محیط دایره با شعاع 120 سانتی متر حرکت میکنه برابر 60 جوله. پس شعاع رو داده 120، انرژی داده 60 جول. نیروی جانب مرکز وارد بر جسم چند نیوتن؟ 50 100 150 200. پس شعاع 120، انرژی جنبشی 60. میخوایم از این شعاع و انرژی جنبشی بریم سراغ نیرو. چی بود بچه ها رابطه نیرو؟ رابطه نیرو F بود MV دو آرو. درسته. انرژی جنبشی هم K بود 1/2 MV دو. خب اینو در 2 ضرب کنید، 2K میشه MV دو. درسته بچه ها؟ به جای MV دو 2K قرار بدید. پس با این دوتا نتیجه گیری میکنیم F برابر با 2K R. انرژی جنبشی رو گفته بود 60 جول. بله جای نیرو گذاشتم F، این میشه 2 ضرب در 60. شعارم گفته بود 120 سانتیمتر میشه 1/2. پس از اینجا F ما به دست میاد، این میشه 120 میشه 100. F میشه 100 نیوتن. بله بالا 120 پایین 1/2، پس نیرو میشه 100 نیوتن. مثال بعدی بچه ها گفته گلوله‌ای به جرم 200 گرم با تندی ثابت 3 متر بر ثانیه روی مسیر دایره‌ای به شعاع 0.5 متر در حال حرکته. بزرگی تغییرات تکانه این گلوله در 1/4 دوره چند واحد SI؟ 3/5، 3 رادیکال 2، 5/5، 5/3، 5 رادیکال 2، 3/3. خب جرم رو داده، تندی رو داده، شعاع رو داده، بعد گفته بزرگی تغییرات تکانه در 1/4 دوره. خب بریم با هم پای تخته مثال رو مشخص بکنیم و حلش کنیم. ببینید بچه ها در 1/4 دوره کل این یک دورش، یعنی اگر یک دور کامل در نظر بگیریم میشه تی. 1/4 دوره یعنی اگر این تندی ماست در 1/4 این میشه، اینجا تا اینجا میشه 2/4، تا اینجا میشه 3/4 و تا اینجا میشه 4/4 که یک دوره کامل میشه. خب این تندیمون ثابته، تندی ما عددش ثابته، چقدر مقدارش؟ 3 هست. حالا اینجا اگرم سرعت هم میگفت اشکالی نداشت، چون با جهتش هم در نظر، برای تغییرات تکانه ما به جهت هم نیاز داریم. این در 1/4 دوره، زاویه 90 درجه است. دو تا بردار رو عمود بر هم بکشیم، این الان اون وی اولی مونه، اینم وی دوم. تغییرات تکانه به این شکل میشه، تغییرات سرعتمون. درسته بچه ها؟ پس تغییرات تکانه میشه M در دلتا V. خب دلتا P برابر با M. من یه فرمول رو براتون میگم بچه ها. توی تغییرات تکانه برای هر تغییر زاویه‌ای که داد روی مسیر دایره از این رابطه میتونید استفاده بکنید، 2MV سینوس تتا 2. البته برای حل این نیاز نیست که اینو بلد باشیم، برای یه چیز کلیه، برای محاسبه تغییرات تکانه این رابطه رو به کار ببرید. اگر گفت در 1/4 دوره یعنی تتامون 90 درجه، در نیم دور یعنی تتامون 180، در مثلا 5/6 دور یعنی دایره رو به 6 قسمت تقسیم کردیم، 5 قسمتش رو در نظر بگیریم میشه 300 درجه. حالا یا زاویه های دیگه، این زاویه ای که متحرک روی مسیر دایره طی کرده. حالا اینجا که خب ساده است، دلتا ویمون چجوری به دست میاد؟ میشه و به توان 2 علاوه و به توان 2، دلتا ویمون میشه 2 رادیکال 2 وی. درسته بچه ها؟ و به توان 2 علاوه و به توان 2 میشه 2 تا و به توان 2 که زیر رادیکال میمونه 2 میشه رادیکال 2 وی. حالا تغییرات تکانه، پس دلتا پی ما
اینجا به دست میاد میشه M در دلتا V. یه بار دیگه نوشتمش، تغییرات تکان M داده و چند دیویست کردم میشه 2/10. درسته؟ تغییراتمون هم شد چقدر؟ رادیکال 2 ضرب در چند؟ V مونم تندی مونم 3 بود. پس دلتا پی ما بچه ها میشه 6/10 رادیکال 2، که ساده کنیم میشه 3 رادیکال 2/5 کیلوگرم متر بر ثانیه تغییرات تکانه میشه. 3 رادیکال 2/5 تغییرات تکانه ما خواهد بود. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله، گزینه 2 جواب صحیح ماست. خب سال بعدی بچه ها گفته که جسمی روی مسیر دایره با 12 دور بر دقیقه در حرکت است. تغییرات تکانه جسم در نیم دور حرکت برابر این تغییرات تکانه رو داده. نیروی مرکزگرای وارد بر جسم چقدره؟ یادتون باشه بچه ها تغییرات تکانه به تغییرات زمان میشد نیرو. پس ما تغییرات تکانه رو داریم. اگه تغییرات زمان هم داشته باشیم، تغییرات زمان ما چقدر بوده بچه ها؟ نیم دور. از روی این میتونیم بسامد رو پیدا کنیم، بعد دوره رو پیدا بکنیم، بعد در نیم دور مشخصه که چقدر تغییر زمان داریم. پس حل رو نگاه کنید. دلتا پی رو به ما داده بود 36 کیلوگرم متر بر ثانیه. خب 12 دور بر دقیقه بسامدمون شده 12 دور بر دقیقه 60، میشه 1/5 هرتز. پس تی دوره تناوبمون میشه چقدر بچه ها؟ 5 ثانیه. تو نیم دور گفته تی دومی میشه دلتا تی ما زمان طی شده میشه 2.5 ثانیه. خب نیرو برابر است با تغییرات تکانه به تغییرات زمان. تغییرات تکانمون 36 بوده، تغییرات زمانمونم 2.5 بوده. بنابراین نیرومون چند در میاد بچه ها؟ در 4 ضرب کنید میشه 14.4 نیوتن نیرویی که در این مدت در این نیم دوره از طرف عرضم حضور شما که مرکز به جسم وارد شده. خب بریم گزینه ها رو چک کنیم. بله گزینه 1 خواهد بود. خب بریم سراغ سوال بعدی. گفته ذره به جرم 500 گرم با نیروی F سی آی و علاوه 4J در سی آی روی مسیر دایره‌ای در صفحه قائم X و Y حرکت میکنند. در لحظه سرعت جسم 2J است. بردار شتاب کدام است؟ خب پس ما نیرو رو داریم، جرم رو داریم. صفحه قائم X و Y گفته در لحظه ای که سرعت جسم مثبت 2J بر حسب متر بر ثانیه است، بردار شتاب. ما گفتیم شتاب همیشه به سمت مرکز دایره است. پس ببینیم الان این کجا میشه. اگر ما در صفحه X و Y رو مشخص بکنیم، تندیمون رو داریم، جرم هم داریم، نیرو هم داریم، میتونیم چی رو پیدا کنیم؟ بردار شتاب رو. ببینیم ببینید بچه ها، اگه ما اون مسیر دایرمون این مرکزش باشه در نظر بگیرید، درسته بچه ها؟ این سرعته رو داده 2J که گفته یعنی روی محور ایگرگ هاست، مثبت هم هست چون حرکت دو. این پس وی ماست 2J. در این لحظه شتاب باید به سمت مرکز باشه، این شتاب، درسته؟ تندی رو داریم، نیرو رو هم داریم، میتونیم از روی تندی و نیرو جرم هم داریم 500. من بنویسم نیم کیلوگرم، نیرومون هم داشتیم 3i به علاوه 4j بچه ها، میشه نیرو رو پیدا کرد و از اونجا شتاب رو. خب F مساوی MA مگه نیست بچه ها؟ بله Fمون رو میتونیم پیدا کنیم، 3/2 به علاوه 4/2 آی و جی دیگه،
اممون هم داریم نیم، شتابمون رو به دست بیاریم. خب شتابمون میشه چقدر؟ این 5 در میاد بچه ها؟ این 5 در میاد، 5 تقسیم بر 5/10 میشه چقدر؟ 5 تقسیم بر 5/10 میشه 10. به کدوم سمت بچه ها؟ به سمت منفی آی. پس شتاب ما در اصل آمون به دست میاد چی؟ منفی 10 آی. چرا منفی 10 آی؟ بچه ها چون به سمت مرکز به سمت مرکز دایره است. بریم با هم نگاه کنیم. بله، گزینه 2 ما خواهد بود. سال بعدی گفته جسم 200 گرم روی مسیر دایره با شعاع 2 متر در صفحه X و Y به مرکز O با دوره 1/4 در خلاف جهت عقربای ساعت حرکت دایره یک نواخت داره. بردار تغییرات تکانه جسم از بازه زمانی 0 تا 1/10. 1/10 چقدر میشه بچه ها؟ چقدر دوره میشه؟ 1/4. یعنی تا اینجا در نظر بگیر. پس ویش باید اینجا بر حسب چی باشه بچه ها؟ جی باشه. اینجا ویش بر حسب آیه. پس اگر بخوایم تغییرات تکانه رو حساب بکنیم، باید جیش مثبت، آیش منفی باشه. جی مثبت، آیه منفی. یه نگاه بندازیم بچه ها. جی مثبت، آیه منفی. خب درسته بچه ها؟ تغییرات تکانه رو میخواد. وی اینجا رو نگاه کنید تو لحظه، این میشه جیش مثبت. تو این لحظه 1/10 آیش منفیه. پس از لحظه ت 1 تا 1/10، چرا 1/10 تا اینجاست؟ چون 4/10 کل دورمونه. پس تا اینجا میشه 1/10. پس این میشه الان جی، این میشه آی. آیمون منفیه. آی منفی ولی جی مثبت. فقط این گزینه میتونه باشه. خب بقیهش هم دیگه مشخصه. جرمو داریم، شعاع رو داریم. از روی شعاع و دوره بچه ها نگاه کنید، از روی شعاع و دوره ما چی رو پیدا میکنیم و تندی رو پیدا میکنیم، در جرم ضرب میکنیم، 5π حتما خواهد. فقط میتونه این گزینه درست باشه. حالا اگه خواستید شما از روی شعاع و دوره آر اومگا رو به دست بیارید، در یه ام هم ضرب بکنید که میشه ام در وی. بله. خب سال بعدی رفتیم سراغ ماهواره ها. میگه اگر فاصله یک ماهواره از سطح زمین 2 برابر بشه، شتاب حرکت ماهواره چند برابر حالت اول میشه؟ پس فاصله یک ماهواره از سطح زمین 2 برابر شده. از سطح زمین 2 برابر شده، ما همیشه فاصله ماهواره رو از کجا میگیریم؟ از مرکز زمین میگیریم تا ماهواره. پس اگر فاصلش 2 برابر شده باشه، فاصلش از سطح زمین 2 برابر شده باشه، این شعاعش در میاد 3 آره‌ای. خب پس ما الان میتونیم بگیم که چون 3 برابر شده، شتاب با مجذور فاصله نسبت عکس داره. چون فاصله 3 برابر شده، نتیجه میگیریم که شتاب گرانش 1/9 میشه. چرا؟ چون با توان 2ش یعنی مربعش رابطه عکس داره. فاصله از سطح زمین 2 برابر شده، 2 برابر شعاع زمین. 2 برابر شعاع زمین، فاصله ماهواره رو تا مرکز میگیریم میشه 3 برابر. چون با مربعش نسبت معکوس داره میشه 1/9. یعنی اینا چیزای ساده است که میشه به روشهای ذهنی به دست آورد. سال بعدی بچه ها میگه 2 تا ماهواره به جرمهای M و 4M فاصله یکیشون آره‌ای از سطح زمینه، یعنی میشه 2 تا آره‌ای شعاعش. بعدی 2 آره‌ای، یعنی 3 آره‌ای میشه شعاعش، چون فاصله از سطح زمینه. نیروی گرانش وارد بر ماهواره سنگین چند برابر نیروی گرانش وارد بر ماهواره سبکه؟ با توجه به گزینه ها میریم اینو با هم پای تخته حلش میکنیم. خب نیروی گرانش بچه ها بود F J برای ماهواره سبک M E M. گفتی فاصلهش چقدر بود بچه ها؟ بله، آره‌ای از سطح زمین میشه 2 تا آره‌ای به توان 2. این برای اولی. دومی سنگینه میشه ژ ام ای 4 تا ام، فاصلهش 2 آره‌ای از سطح زمین، پس میشه 3 آره‌ای از مرکز. این شعاعش میشه. خب کدوم خواسته بود؟ گفته بود نیروی گرانش وارد بر ماهواره سنگین، یعنی اف 2 رو به اف 1 میخواد. خب حساب میکنیم. اف 2 میشه ژ، ژ ام ای میره، حالا باز مینویسم ژ ام ای میشه 4 تا ام
به 9 تا آر ای به توان 2، بعدی هم که سبکه هست ج ام ای ام شد 4 تا آر ای به توان 2. خب آر ای ها ساده میشه، ام ها ساده میشه، ج ام ای ها ساده میشه، 4 4 تا 16 نهم میشه بچه ها. 16 نهم نیرویی که گرانش زمین به ماهواره سنگین نسبت به سواکه وارد میکنه. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه سوم میشه. سوال بعدی گفته یک ماهواره در مدار دایره شکل به شعاع یا فاصله آر از مرکز زمین قرار داره. انرژی مکانیکی این ماهواره برابر است با گزینه هایی که داده. پس شعاع رو داده، فاصله رو از مرکز زمین دیگه داده، یعنی همون شعاع انرژی مکانیکی. با هم نگاه بکنیم. بچه ها انرژی مکانیکی مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی بود، درسته؟ انرژی پتانسیل برای ماهواره U برابر بود با MJ، چون فاصله گرفته بچه ها می نویسم ج ام ای، فاصلهش چقدر بود؟ بله آر دو. خب هاشش هم چقدره؟ هاشش هم به اندازه چیه بچه ها؟ فاصله رو باید در نظر بگیریم برای ماهواره. خب به اندازه یه آر میشه این فاصله ای که ماهواره داره. خب انرژی جنبشی پس یه آر با یه آر ساده میشه، ولی این انرژی در از چون از سطح زمین دور میشه، انرژی پتانسیل بچه ها در مرکز زمین صفره، در سطح زمین بیشتری مقداره، در بالا هم که میره باز کاهش پیدا میکنه. پس این یادتون باشه این انرژی منفیه. انرژی جنبشی هم 1/2 mv2ه. خب وی هم به دست آوردیم بچه ها، یادتون باشه وی رو گفتیم میشه رادیکال ج ام ای آر که مربوط به ماهواره میشه. بله عرضم به حضور شما که این برای تندی ماهواره. از کجا به دست آوردیم؟ از روی شتاب گرانش که در محل ماهواره بود. خب اینو قرار بدیم کامون به دست میاد میشه ام به توان 2 میرسه میشه ج ام ای، یه دو آرم اینجا داریم. خب این دوتا رو که با هم حساب بکنیم ایمون به دست میاد، یکی شد چی؟ منفی ام ج ام ای بچه آر به علاوه این یکی هم شد ام ج ام ای دو آر. خب مخرج مشترک بگیریم ایمون به دست میاد میشه چی؟ منفی ام ج ام ای دو آر. خب با هم چک کنیم ببینیم گزینه هامون کدوم در میاد. پس این منفی در میاد چون صورت مخرج رو در 2 ضرب کردیم، کم کردیم و این رابطه به دست اومد. بریم چک کنیم بچه ها. بله گزینه 1ش میشه. سوال بعدی میگه اتومبیل حداکثر با تندی 25.2 کیلومتر بر ساعت پیچ جاده‌ای به شعاع 10 متر دور میزنه. حداقل ضریب اصطکاک ایستایی برای آنکه اتومبیل در مسیر خودش باقی بمونه چه اندازه است؟ جرم گرفته 9.8. بریم با هم حلش رو پای تخته ببینیم. خب بچه یادتون باشه گفتم موعس بود برای حرکت دایری و دو به آر جه، درسته بچه ها؟ گفتیم عاملی که جسم رو توی پیچ جاده یا اتومبیل رو در پیچ جاده به عنوان اصطکاک ایستایی نگه میداره تا مسیرش دایره‌ای بشه. وی تندیشه، آر شعاعش، جی هم که شتاب گرانش و موعس هم که ضریب اصطکاک ایستایی. خب ویمون رو فقط 25.2 داده، تقسیم بر 3.6 کنیم میشه 7. پس تندیمون رو داریم. حالا حساب میکنیم موعس میشه 49، طبق رابطه آرمون شد 10، اینم که 9.8. پس موعسمون میشه 49/98 که در میاد 1/5 1/2 بله 1/2 اسخای میکنم
میشه نیم، پس موعسمون میشه نیم. بله، بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. همونطور که میبینید گزینه یک جواب صحیح ماست. سال آخر گفته اگر شعاع مدار ماهواره دو برابر شود، تندی و دوره تناوب آن نسبت به حالت قبل چند برابر میشه؟ شعاع پس دو برابر شده. میخوام ببینیم چه اتفاقایی برای این حالت دو برابر شدن شعاع به وجود میاد. بریم پای تخته نگاه کنیم. خب شتاب گرانش یادتون باشه بچه ها بود، ژ ام ای آر دو، با دو برابر شدن این شتاب گرانش میشه یک چهارم، پس آدوم میشه یک چهارم آ یک. یادتون باشه آ بود وی دو آروم بچه ها. خب پس وی دو ما میشه آ در آر، درسته بچه ها؟ خب میتونیم بگیم وی دو به وی یک به توان دو مساوی با شتاب چند برابر شد؟ یک چهارم شد، یک چهارم. فاصله چند برابر شد؟ شد دو برابر، درسته بچه ها؟ فاصله پس این شد یک چهارم، این شد دو برابر. خب ساده بکنیم میشه یک دوم، پس وی دو به وی یک ما میشه رادیکال دو دوم، درسته بچه ها؟ وی دو به وی یک برابر با رادیکال دو دوم، پس تندیمو میشه رادیکال دو دوم. از طرف دیگه ویمونم بود بچه ها دو پی آر به تی، پس تیمون میشه دو پی آر به وی، حالا تی دو به تی یک. خب با آر نسبت مستقیم داره، آر دو به آر یک. با تندی نسبت چی داره بچه ها؟ نسبت معکوس داره که میشه و یک به و دو، درسته بچه ها؟ خب ت دو به ت یک برابر با شعا گفته چند برابر شده؟ دو برابر شده، پس این دو یکم. تندی رو هم اینجا داشتیم، و دو به و یک داشتیم چی؟ رادیکال دو دوم، حالا میشه دو به رادیکال دو، درسته بچه ها؟ ت دو به ت یک میشه چهار به رادیکال دو، گویا میکنیم رادیکال دو دوم بچه ها ت دو به ت یک میشه چهار که ساده میشه، حالا می نویسم چهار رادیکال دو، چهار رادیکال دو گویا کردم بچه ها، رادیکال دو ضرب کردم پس میشه دو، ساده میشه میشه دو رادیکال دو. بله، بنابراین تندیمون رادیکال دو دوم، دورمون شد دو رادیکال دو. یه چک کنید، این شد چهار به رادیکال دو گویا کردم بچه ها، شد چهار رادیکال دو دوم که ساده شد شد دو رادیکال دو. بله، تندیمون نسبتش میشه رادیکال دو دوم، دور تناوبمون هم دو رادیکال دو. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. خب اول تندی رو گفته بود، گفتیم رادیکال دو دوم، بعد دوره رو گفته بود که شد دو رادیکال دو، همون گزینه یک. همونطور که دیدید سوال‌های متفاوت و خوبی از حرکت دایره‌ای برای شما عزیزان حل شد. درود بر شما عزیزان که خیلی پرتلاش هستید. موفق باشید.